ببینید مثلا من مثال میزنم برای بعضی از دوستانم گفتم این پاکسازی درون با بیرون ارتباط و نسبتی داره. تا این پاکسازی بیرون به یه سطحی نرسه نمیشه لول دیگری رو از این قضیه اومد. مثال زدم با جاهای مختلف برای افراد مختلف، مثل اینونه که شما الان خیابون اگه گل و شل باشه و بارش و مثل قدیم خیابون ها خاکی بودن، ما الان با این نظافت اینجا امکان نداشت میتونستیم بشینیم. هممون سربامون خواب گلی و چی و اینا، هممون تو گل داشتیم اینجا، خب قوطه میخوردیم. اگر اینجا این نظافت داره به علت اینکه خیابون آسفالته، به دلیل اینکه اکثر ما با ماشین اومدیم اینجا پیاده شدیم. اگر راه مسیر طولانی می اومدیم اینا گل و غیره و اینها، بنابراین تا بیرون ساخته نشه شما نمیتونید ادعا بکنید میتونید نظافت رو در درون در داخل داشته باشین. قبوله؟ خب پس در این زمینه، در این زمینه کارهای بسیار زیادی انجام شده که شما شاید از خیلی هاش اطلاع نداشته باشین و نمیدونید که، ولی بعضیا ممکنه حس بکنن، یعنی با احسا با حس کردن هایی یه چیزایی رو متوجه بشن. بنابراین همون کاری که شده پاکسازی اونها، مثلا نظافت بیرون که انجام شده، چقدر سطح بهداشت بالا رفته؟ خیلی از ویروس ها و میکروب ها اینا دیگه وارد زندگی شما نشدن، کما اینکه شما میبینید که دیگه آبله وبا تا اون تیفوس یا زخ فلامسا اینا رو، این اپیدمی های چی تو دیگه ندارین. محصول چیه؟ محصول یه شناخت اولیه رو میکرو ارگانیزم ها بوده، بعد بهداشتی که پیاده شده، درسته؟ حالا الان خیلی از ویروس هایی که سماجتشون در سطح پایینی بوده اینا دیگه ما باشون سرکار نداریم. چیا موندن؟ ویروس های بسیار بسیار سمج. و این تصور ممکنه اینجا وجود داشته باشه. بعضی بگن که ویروس ها نیست، با هر ویروسی برخورد کردن مقاومه سمجه. این تصور پیش بیاد که ویروس ها سمج تر شدن، مقاوم تر شدن، و بعضی از دشمن های حالا این ماجرا که مثلا میخوان سمپاشی بکنن میگن که بله بر اساس همین دفاعی و فلان حرفا، مثل سمپاشی مگس ها و آنتیبیوتیک ها و اینا هست که از اون باعث بالا رفتن مقاومت میکروارگانیسم ها شده، که این مجبورن آنتیبیوتیک ها رو عوض کنن، هی مجبورن سموم رو عوض کنن، چون دیگه مگس در مقابل سموم اصلا تازه گردن کلوفتر هم شده، فکر میکنن که همون ماجراست، در حالی که اونجوری نیست. و اینجا وجود عامل هوشمند این نیست که این عامل هوشمنده الان دیگه کارایشو از دست بده، نیاز به یه عامل هوشمند دیگه ای باشه که حالا با این سیستم جدید چی داشته. هوشمندی هوشمندیه، لول اینجا اونجا اونجا نداره، اون هرچی فرزنم بیاد بالا اینم بالاست، همه بی‌نهایت پایین بالا نداره. خب پس یک مسئله که وجود داره امروز، مثلا شما میبینید که حتی اسم فرادرمانی بیاری یه نفر چه به هم میخوره و ویروسه میاد رو، قبلا اینجوری نبود. بعد خیلی ها میگن که ما که اصلا دفاعی اعلام نکردیم، ما گفتیم فرادرمانی. خب حالا در حالی که ما به اونا دفاعی ندادیم، ولی حساسیت و چیز انقدر بالا رفته که بعضی موقع حتی با دیدن شماها حتی این اتفاقات میفته. بله مخصوصا اگه مادر زن باشه، مادر شوهر باشه، اینا باشه که دیگه خواهشوهر باشه که دیگه اینا. خب بنابراین مسئله که وجود داره اینه که ما با منبعد و از حالا همینطوری به صلاح ویروسایی که مقاومتشون سماجتشون کمتره اینا سریعتر پاکسازی شدن، ولی اون سمج ها میمونه. تا و
بالاخره یک مدتی، شاید تو همین چند روزا کلی خروج رو دوستان تجربه کردن، درسته؟